بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک و الملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذی العزة و العظمة و الجبروت و استعنت بذی القدرة و اللاهوت و امتنعت بذی العظمة و الکبریاء و الملکوت من کل ما اخاف و احذر اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي ابد العابدین و دهر الداهرین. ای مهر جهان را یک لحظه تو رخ بن ما بر این کره خاکی تا خاک بیا خورشید جهان تابی دائم نشوی پنهان باشد که یکی روزی از پرده برون آیی تاریک بود عالم بی روی نکوی تو روشن شود از نور الله
لحظه که بیایی روشن شود از نورت اون لحظه که بیایی یا صاحب زمان یا همه همه آن چهره نشانم دل که از عشق تو مجنونم ترسم که کشد کارم هر لحظه به رسوایی یا ما بنده فرمانی بر خان تو مهمانی سر بر کف و ایستاده تا اون چه تو فرمایی یا همه همه متى نرد من أهلك الربيعة فنرى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر ترى يا صاحب الغني وأنا الفقير
وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي، أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولاي يا مولاي، أنت العالم وأنا الجاهل، وهل يرحم الجاهل إلا العالم؟ مولاي يا مولاي، أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي يا مولاي، مولاي زن و مرد، یا ربون یار سفر کرده، نیامد خبرم یا ربون یار سفر کرده، نیامد خبرش، کس نداند به کجا رفت و چه آمد به سرم. مهر بی مهر تو گر بود، کجا داشت زیاد؟ ماه تا بند شود چون به تو افتد نظرم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، محضر مقدس امام صلواتی تقدیم کنم. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم جلیتر تقدیم کنم. قادر منان بقیه غیبت امام زمان به خونهای پاک و مقدس کربلا ببخشد و از بقیه غیبتش درگذرد. صلوات سوم محضر سید و شهدا و اصحاب و اهل بیتشون تقدیم کنیم. از فوائد محبت الحسین و از فوائد عامه محبت
سیدنا و مولانا صاحب العصر و الزمان و آبا و اجداد طیبین و طاهرینش کرامت نفس و عزت نفس است و این دارای دو ظهور است. اول یأس از آنچه در دست مردمان است و لیأس عما فی اید الناس. دوم سخا و جود است. برای توضیح این مقام چند مقدمه رو باید بیان کنم. مقدمه اول، امشب شب شهادت سبط اکبر امام دوم، وجود قدیسی امام حسن مجتبی علیه السلام است. در شهادت امام مجتبی دو تا روایت، یکیش روایت معتبر است که فقها و مراجع نجف اشرف اون را انتخاب کرده اند و در شهر نجف شهادت امام حسن مجتبی را بر اساس این روایت عزاداری می کنند و علما مجالس می گیرند و او هفتم ماه صفر که روایتش معتبر. دوم روایت مشهور است که در روایت مشهور 28 ماه صفر که مصادف با شهادت خاتم انبیا رسول گرامی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و آنچه معتبر است بر آنچه مشهور است مقدم است از نظر اصول فنی و علمی و از نظر علم درایه و علم الحدیث. تاریخ به ادله معتبر باید اثبات شود، گرچه شهرت جابر ضعف یک سند است، ولی این مثل ایمونه یه چیزی رو ما با چسب بچسبونیمش، شکسته، حالا با چسب ظرف شکسته رو میچسبونیم. روایت 28 صفر در شهادت امام حسن علیه السلام ضعیف، شهرت میاد جبرانش کنه، اما روایت شهادت حضرت در هفتم ماه صفر معتبر است و علما به او اعتماد دارن. بنابراین امشب باید به شکلی عزاداری برای حضرت امام حسن مجتبی حتما در مجالس شیعه محقق باشد. مقدمه دوم، لقبی که امام مجتبی علیه السلام به اون مشهورن کریم اهل البیت. آنچه که مناسبه با بحث شبهای ما هم هست که نزول صفات از سید الشهدا از مرکز امامه است عجل الله تعالی فرجه الشریف به میزان پهنای باند محبتی که ما
به این ذوات مقدس داریم، نزول فیوضات و صفات از اون ذوات مقدسه به میزان و به قدر و اندازه محبت ما به اونها، یکیش صفت کرامت نفس است. و در کرامت نفس دو صفت ظاهر هست: وللکرامت نفسیه صفتین ظاهرتین، التوکل علی الله و الیأس اما فی عید الناس و سخاء و الجود. ظهور و بروز این دو صفت شخص را کریم می سازد. اگر در کسی این دو صفت ظاهر شد، اون وقت او کریم می شود. حالا صحبت مقدمه دوم اینه: و ما هو معنی الکریم، و ما هو معنی الکرم. کریم یعنی چی؟ کرم یعنی چی؟ بعضی گفتن الکریم ما یبذل قبل سؤال سائل. کریم کسیه که قبل از سؤال سائل عطا کند، بذل کند. به این آدم میگن کریم. و انا اقول لیس هذا معنى الکریم بل هو اثر الکرم. این اثر کرامت نفس است، نه معنای کریم. کریم بر وزن فعیل و فعیل صفت مشبه است و صفت مشبه علا قسمین دو جور استعمال میشه: گاهی به معنای فاعل و گاهی به معنای مفعول. الکریم به معنی الفاعلیه هو المکرم، یعنی کسی که شما را از خاری نجات بدهد و در شما کرامت ایجاد کند. گاهی به معنای مفعوله و هو به معنی المکرم، یعنی کسی که دارای صفات کرامتی و دارای کرائم اخلاقی است. من له الکرائم الاخلاقی و صفات الانسانی یزید للنفس البهاء و القدر. کسی که دارای صفات نفسانی و کرائم اخلاقی است که هی به ارزش انسان می افزاید، ایو بهش میگن کریم. و یک قاعده هست: کریم به معنای فاعل کسی میتواند بشود که قبلا کریم به معنای مفعول شده باشه. یعنی کسی میتواند ارزشها را در شما ایجاد کند. یوجد فی انفسکم، ایجاد کند در شما، در انفس شما کرائم را، ارزشها را که خودش دارا باشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ گدا که نمیتونه منو غنی کنه.
فقیر لا یوجد فی نفسی الغنا، نمیتونه ایجاد کنه. لا یمکن له ایجاد الغنا و الفقیر. کی میتونه شما را غنی کنه؟ من کان غنیاً، کسی که خودش غنی باشه. این مفهوم کریم. خب حالا کرم چیه؟ پس ما هو معنا الکرم. کرم یعنی ارزش و کریمه یعنی بها و ارزش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو رضوان الله تعالی علیه، میفرمودن این دعا رو زیاد بخونی. اللهم اجعل اول کریمت تأخذ منی نفسی. خدایا اولین چیز با ارزشی که میخوای از من بگیری جونمو بگیر. چون خدا کرائم مختلف به ما عطا فرموده. کریمه های مختلف، چیزای قیمتی خیلی به ما داده. هر یک از اونها یک کریمه است. بینایی، سامعه، باصره، شامه، ذائقه، لامسه، هر یکی از اینها کرائم هست. کریم، کریمه اون چیزی است که قیمت شما رو زیاد کنه. شما چند میارزی؟ حسین آقا چند میارزی؟ خودت برای خودت قیمت بده. خب حالا یکی یکی سوال میکنیم ببینیم آیا خودت این قیمتی که گذاشتی، خودت حاضری به خودت اینقدر پول بدی بخری خودتو؟ 2000 شدی به همین زودی؟ خب خوابتون چند میارزه؟ حموم رفتنتون چند میارزه؟ پا تو دراز کنی پا تلویزیون لم بدی چند میارزه؟ فیلم تماشا کردن چند میارزه؟ میخوام قیمت بزنیم. شما حاضرین چند بدین یکی بیاد رو موب لم بده فیلم نگاه کنه، آتاری بازی کنه؟ حاضرین چند بدین به یه شاگردی که همین کارایی که شما در بیکاریاتون وقت خودتون رو دارین تلف میکنین قیمت بذارین برای همین اتلاف وقتهایی که دارین؟ چقدر حاضرین پول بدین؟ کل شبان روز تو، اعمال تو قیمت بذاری، صفات تو قیمت بذاری، میبینی خیلی کریمات کمه. دهنش بو میده، بو گند سیگار. پاش بو میده، هیکلش بو میده، درونش بو میده، بیرونش بو میده، چشماش بو گند گناه میده. شنیده اگه یه دروغ بگی گندی از دهانت متصاعد میشود تا 7 آسمان ملائکه لعنت میکنن؟ شنیدی یا نشنیدی؟ شنیدی اگه چشت زنا بکنه چشمات بو گم میده؟ شنیدی اگه دست به یه نامحرم بزنی بدنت بو گم میگیره؟ روایات بوی گند زناکاران را در صحرای محشر شنیدی که وقتی زناکارا رو میارن تو محشر همه اهل محشر دماغاشون رو میگیرن پیف پیف و از گند زناکاران
اهل محشر به خدا شکوه میکنه. اینا رو شنیدی؟ شنیدی زناکارا تو جهنم یه بوی گندی میدن که اهل جهنم از بو گند اینا به خدا شکوه میکنه. شنیدی دهنت بو گند گناه بگیره، گوشات بو گند گناه، وقت اینا چم میارزه؟ قیمت بذار. کریم اون صفتی است که شما رو گرون کنه. یکی عالمه، این علما دانشمندان آلمانی در جنگ جهانی دوم وقتی هیتلر شکست خورد، خب مغزای متفکری داشت آلمان، دانشمندان فوق‌العاده مخترعین بزرگی داشت، سر خریدن اینا کشور شوروی و انگلیس و بقیه پولای سنگین میدادن. چرا؟ چون علم درش بود. علم کریمه. شما اگه یه آقایی باشه به 20 تا، من یه پیرمردی رو جوونای دیدم تو وین، اتریش، تو وین که من بر میرفتیم، یه پیرمردی بود 75 سالش بود، به 12 تا زبان زنده دنیا سخنرانی میکرد. فکر میکنید این زبان رو چجوری گرفته بود، یاد گرفته بود، کلاس رفته بود؟ نه، 12 تا زبان حرف میزد. از زمان مرحوم اسطبالحسن اصفهانی تا همین الان نماینده تمام مراجعم بود. نماینده اون موقع که من رفتم، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه زنده بودن، نماینده آقای خویی بود، نماینده آیت الله روحانی بود، نماینده از آیت الله سیستانی هست، الان زنده هست هنوز. خودش برای من نقل کرد، جوونا به درد شما میخوره. گفت من 19 سالم بود از تبریز رفتم برای حج، سفر اول من بود، ازدواجم نکرده بود، 19 سالم بود. شنیده بودم کسی اولین بار باشه حج میره، چشش به کعبه که بیفته، سه تا حاجت از خدا بخواد خدا بهش میده. تا وارد مسجد الحرام شدم، چشم به کعبه افتاد، یک حالی به من دست داد، این هیبت کعبه منو گرفت، بدنم شروع کرد لرزیدن، زانوام میلرزید به جوری که نتونستم وایستم، نشستم کف مسجد الحرام و شروع کردم گریه کردن. بعد سرمو بلند کردم، گفتم خدایا میگن هر که محضر تو اینجا برسه سه تا حاجت چه بهش میدی، من مجانی چیزی ازت نمیخوام، سه چیز بهت میدم، سه چیز بهم بده. من بنده ضعیفتم ولی سه چیز بهت میدم، عوضش سه چیز بهم بده. زبونم رو میدم برای تو، قول میدم تا آخر عمرم تبلیغ دین تو بکنم، در راه اشاعه دین تو، قرآن تو، توحید تو، روش عبودیت و بندگی تو تبلیغ کنم، تو در عوض زبانهای دنیا رو به من یاد بده، من بتونم به زبونها حرف بزنم. قول میدم غیبت نکنم، حرف بیهوده نزنم، دریوری نگم، حرف مالا یعنی بیفایده نزنم، اراجیف نگم، شوخیای بی خود نکنم، حرف مفت، که به مفت نمیارزه این حرفا،
نزنم، هم حرفای ما رو چم میخورن. نه جدی میگم، یه قیمت بذارین از صبح تا شب حرفایی که میزنیم مشتری داره اصلا یکی بخره. همین حرفای ما رو خودمون تو بازار اگه تو کیسه میکردیم، حرفامون رو میبردیم ضبط میکردیم، سیدیامون رو میبردیم بفروشیم، چند میخره؟ قصه ایه ما کریمامون چیه؟ جوانم قسم خورد گفت تو همون، من تو اون موقع به فارسی و ترکی حرف می زدم، دو تا زبان بلد بودم، یه کمی انگلیسی هم خونده بودم. تو همون سفر من عربی رو چنان مسلط شدم به لهجه حجازی، به لهجه اهل مکه که شیرین ترین لهجه عربیه، با کلاس ترین لهجه عربی تو زبان عربی، لهجه اهل حجاز، اونم مکی ها هست، اهل مکه. چنان صحبت میکردم که اهل کاروان ما منو برای مترجم میبردن با خودشون بازار. دوم گفتم خدایا من چشامو میدم برای تو، قول میدم تا آخر عمرم به نامحرم نگاه نکنم، در عوض میخوام خودت برام بری خواستگاری. من مادرمو نمیفرستم، خواهرم هم نمیفرستم، میخوام خودت بری برام خواستگاری و خودت برا من زن انتخاب کنی و تو همین سفرم این کارو بکنی و عقد منو کنار کعبه بخوانی. تو همون سفر یه تاجر بزرگی بود، ملک و تجار تبریز بود، تو کاروان ما آقایی به ما علاقه پیدا کرد، خانومش هم همراهش بود، دوتایی عاشق من شد. یه روز هم منو بردن بازار رو براشون چیزایی که میخواستن ترجمه کردم و خریدم و اینا. آخرش گفت من یه تک دختر دارم، زیبا دختر. یه روز تو مسجد حرام کنار کعبه به من اینو گفت، گفت تک دختر، زیبا دختر، من ملک و تجار تاجر بین المللی بود، گفت من تو رو انتخابت کردم، بهم الهام شده دخترم رو به تو پیشنهاد بدم، من ندیده قبول کردم، فقط عکسش رو بهم نشوند، قبول کردم، عقد ازدواج منو تو مسجد الحرام کنار کعبه خوندن، تمام وسائل سر عقد از طلا و جواهر و زیورالات، شماره پاش اینقدر، کفش دو سه جفت خریدیم، نمیدونم زیورالاتش، تمام وسائل سر عقد رو از مکه خرید. معامله با خدا کردین جوونا؟ بده بستون، خدایا سه چیز بهت میدم، سه چیز بهم بده. سوم گفتم خدایا گوشامو میدم برای تو، قول میدم تا آخر عمرم موسیقی دیگه گوش نکن، موسیقی گوش نکن. تا اون موقع قبلش من خیلی علاقه داشتم گوشم میکرد، قبل از اینکه بیام مکه گوش میکرد. گفتم خدایا قول میدم موسیقی تا آخر عمرم گوش نکنم، در عوض بهم اجازه بده، توفیق بده این صدای شیرین و زیبا و ملکوتی، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک را هر سال بشنو. تو وین به من گفت آقای یوسفی تا همین الان 64 سفر حج آمدم، حج واجب، یک سفرش با خود من هم سفر بود، پیر مرد. ما تو بعثه مرحوم آیت الله العظمى روحانی بودیم، اسد محمد روحانی، همراه علماء بعثه از آیت الله مصباح و رجال علمی مشهد و تهران و قم و
حرکت کردیم، یه مینوبوس گرفتیم 22 نفره از مدینه راه افتادیم بیا مکه. این آقای فتور تیلر که نماینده مراجع در وین و در آلمان بود با ما بود. بعد از اینکه لباس احرام تنش کرد تو مینوبوس نشستیم راه افتادیم، تا خود مکه گریه میکرد، هی میگفت لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. بقیه همه خوابشون برده بودها، این یکی عشق. من کنارش نشسته بودم، به گریه او من گریه میکردم، سوز او منو میسوزون. اینا ارزش کریمه چیه؟ کریمه ای که شما رو گرون کنه، قیمتی کنه. حضرت یوسف چرا تو بازار مصر گرون خریدنش؟ تجار بزرگان عزیز مصر مشتری شد. جوونا وقتی نمیارزین خب مشتریاتون رو همین آشغال کله های دنیا دیگه، اما وقتی گرون قیمت بشین یه وقت میبینه امام حسین خریدارتون شد، یک وقت میبینی خود امام زمان آمد خریدارتون شد. هر وقت همه وجودتون برا او بشه گرون میشین، و وقت به جوری که بگن چش و گوش و دست و زبان و فکر و عقل و مغز و همه چیز خدایی شده. تا حالا شده دربست مال خدا باشین یا هم تا یه ذره یک ساعتی لحظاتی رو فقط برای خدای؟ تو هند یا آقای بود عاشق امام حسین بود، روزه خونی میکرد دهه محرم و پرچمها و بلند میزد و طبل میزدند و عزاداری و سینه زنی و شیعیان جمع میشدند و همت بلندی داشت. یکی از حکام منطقه از اونجا رد میشد، هنود هند بود، از هنود بود، دید این عزاداری ها اینا رو، گفت این کیه؟ گفتن عاشق امام حسینه. دستور داد همه پرچم ها رو گرفتن و دیگ و بساط و اسباب عزاداری رو همه رو ازش گرفتن، خودش هم زندانی کردن، تمام اموالش هم ازش گرفتن که دیگه نتونه روزه بخونه، نتونه اطعام کنه، نتونه. جوانا او عاشقای امام حسین که یه عمری نوکری میکنه، این رو برای نوکرا میگم، برای پیر غلاما که یه وقتی اگه این نوکری رو ازشون بگیرن دق میکنن، برای اون جوانایی که اگه یک لحظه این نوکری امام حسین رو ازشون بگیرن بیتابی میکنن تا حد مریض شدن، تب میکنن، مریض میشن، میفتن. بخوام بفهمین اینا چند میارزن، گرونن. قدر اینا رو توی منطقه خودتون بدونین. اگه یه مجلس باحالی میشه همینجوری نمیشه، باید یه پیر غلام با اخلاصی باشه، باید یه سوخت دلی باشه، سوز دل او بسوزاند دیگران را، هم این شمع روشن بداره، هم الحمدلله از عزیزان مسجد امیر المؤمنین امام علی صلوات الله و سلام علیه هیئت امناء اون مسجد محترم هم در مجلس هستن، اونا هم پیر غلامان نوکران بدونن بشنون. پیر غلامای حسینی رسول اعظم بدونن، جوانایی که دوره ور هستن نوکری میکنن بدونن. به خدا اگر یه ذره همچی محکم تر بیاین تو میدون، یه وقت میبینی مشتریش تون خود امام حسین میشه، خود خودش مشتریتون میشه. وقتی همه وسائل ای رو گرفتن زندانیش کردن، یه 5-6 ماه زندان بود و بعد که آزادش کردن آمد خانه، خب هیچی نداشت. سال بعد نزدیکای محرم که شد گریه میکرد همش، میگفت امسال چیکار بکنم، امسال چی کار بکنم، امسال چجور عزای مولایم رو به پا نکنم.
من زنده باشم و این منطقه نور حسین نباشه، تو این منطقه عالم نباشه، تو این سرزمین نباشه. عیالش بهش گفت خب چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ کاری نداره، دوباره روزه میخونیم. گفت آخه هیچی نداریم. گفت همچی بیهیچه، بیهیچ هم نیستیم، یه پسر داریم، هم زیباروه هم خوشقد و قامته، اگه ببریش تو بازار برده فروشای هند، اون موقع بردهداری بود، اگه ببریش تو بازار برده فروشای هند بفروشیش تو فلان شهر لکنهو، اونجا خوب میخرنش، ببرش اونجا، بازار برده فروشیش رواج داره، از هر سراسر هند میان اونجا خرید میکنن، قیمتش هم بالا، میتونی پسره رو بفروشیم برای امام حسین، بچه‌مون رو بدیم، عزای مولامون رو به پا کنیم. گفت آخه من پسر حر آزادم رو حالا خودمون راضی میشیم؟ خودش چی؟ باید نظر خودش بپرسیم. دوتایی همچین نرم نرم با این جوون صحبت کردن، 15-16 سالش بود. گفتن بابا ما امسال هیچی نداریم عزای امام حسین رو بپا کنیم، مادرت یه همچه فکری کرده که تو رو بریم تو بازار برده فروش ها بفروشیم، تو حاضری؟ گفت جانم فدای امام حسین، غلامی چیه؟ منو ببرین بفروش، عیب نداره. گفتن دیگه ما رو نمیبینی ها، میبرن شهرهای دیگه، ممکنه 10 جای دیگه بفروشنه. گفت جانم فدای امام حسین، ببرین. صبح زود پسرش رو سوار اسبش کرد، راه افتادن طرف اون شهر. نزدیکای دروازه شهر که رسید، یه وقت دید یک سوار شیک پوش بلند بالایی، اسب خیلی یلی داره، از طرف شهر داره میاد. رسید و سلام کرد و گفت ها کجا میرین؟ گفت چی؟ غلام دارم میخوام ببرم بفروشم، پول لازم دارم، پول لازم شدم. گفت اتفاقا منم آمدم دنبال یه غلام خوب میگردم، هرچی تو بازار گشتم پیدا نکردم، کو غلام تو رو ببینم شاید خودم بخرمش. کدوم یکیه؟ همینه، همین که پای سرت نشسته. یه نگاه کرد، براندازش کرد، و عجب غلام زیبا و خوبیه، چند میفروشی؟ گفت 10,000 سکه طلا، قیمت بالا. گفت دست کرد تو خورجینش، کیسه های طلا رو در آورد، داد و گفت غلام رو به من تحویل بده. آهسته به پسرش گفت بابا هیچی نگی، یه وقتی من غلام نبودم، چیزی نگی. گفت چشم بابا. گریه کنان از باباش جدا شد، سوار اسب اون سوار شد، از هم جدا شدن، رفت. پدرش رفت به طرف شهر خودشون، او هم همراه اون سوار داره میره. تو را یه کمی گریش گرفت، خب بالاخره عواطف بشریه، از پدر و مادر جدا شده برای همیشه، دیگه پدر و مادرش رو نمیبینه، حالا غلام یکی دیگه شده، یه کمی گریش گرفت. یا ابا عبدالله، اون سوار ازش پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت این ارباب من خیلی به من مهربون بود، خیلی منو دوست داشت، خیلی به من محبت میکرد، حالا دلم براش تنگ شده، گریم گریه. گفت نه، من میدونم او ارباب تو نبود، او پدرت بود، میدونم تو رو برای چی آورده فروخته، میخواسته عزای مولایش حسین ابن علی را برپا کنه، تو پسرش بودی، آورد تو رو فروخت، من میدونم اینا رو. حالا که برای این آورده فروخته، گفت آره برای همینه. گفت حالا که برای آورده فروخته، من تو رو بر میگردونم، پولم هم پس نمیگیرم. پسره رو آورد تا دم در خونهشون پیادش کرد، موقعی که پیادش کرد گفت سلام منو به مادرت برسون، هم به پدر هم به مادرت سلام منو برسون و بهشون بگو انا الحسین ابن علی ابن ابی طالب.
من که تو رو خریدم خود حسین ابن علی ابن ابی طالب بود. چون همه وجود تو رو دادن برای خدا گرون شدی. من خودم مشتری تو هستم. چی شما رو گرون میکنه؟ علم، صفت، ادب، اخلاق، توانایی، عرضه، مدیریت، قدرت، عقل معاش، عقل زندگی، عقل عشرت، عقل توانایی گردوندن یک شهر، یک مملکت، یک جهان. امام زمان آدم شلوول که لازم نداره، چهار تا جوانای گرون قیمت توی عالم میخواد. آی تو که میپرسیدی صفات یاران امام زمان چه جوریه؟ خیلی گرون قیمته، خیلی گرونه. پس کریمه یعنی اون صفاتی که شما را گران قیمت کنه، بها بده به شما. و کریم یعنی اون کسی که این صفات رو در شما بریزه، ایجاد بکنه، فاعل ایجاد این صفات در شما ها بشه، او بهش میگن کریم. و کسی میتواند این صفات را در شما ایجاد کنه که خودش صاحب این صفات باشه. آدم ترسو که نمیتونه شما را شجاع کنه، آدم بی ادب که نمیتواند شما را مؤدب کنه، آدم جاهل که نمیتونه شما را دانا بکنه، آدم پست خار که نمیتونه به شما کرامت بده. نکته پنجم، کریم یه حالتی داره، نمیتونه خاری کسی رو ببینه، طاقت نداره ببینه کسی که شأنش، آفرینشش برای اینه که او با عزت باشه، با کرامت باشه، ای تبدیل شده به یه موجود خار پست خبی. جوونا خیال نکنین وقتی تک چرخ بزنین با موتور تو خیابونا ارزش پیدا کنه. فکر نکنین اگر یه قارقارکی رو سوار بشین، اگزوز ببندین به ماشینتون، ماشینتون فنراشو ببرین بیارین پایین، سیگار بکشین، چهار تا لات و لوت سوار ماشینتون کنین، گرون قیمت میشین. خیال نکنین اگه با چهار تا الوات و دخترای هرزه و پسرای هرزه رفت آمد کردین، گرون اینا هی نمره منفی بهتون میده، او کرائم شما را ازتون میگیره. یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. خیال نکنین حالا مثلا یک شهوت رانی کردین خیلی گرون شدین، حیوانات هم اینا رو داره. خیال نکنین حالا یه وعده های حروم گذاشتین خیلی به جایی رسیدین، فقط پولاتون رو خرج کردین، کلا سرتون رفت، بهشت و مجانی میدن، جهنم رو باید بخری بری، پول باید خرج کنی توی دنیا بری جهنم، اقدر به این دختره هرزه با پول بدی، اقدر خرجش بکنی تازه بری جهنم، پولم باید خرج کنی و بری جهنم، بیچاره. یک عیاشی دور دنیا بین چند تموم میشه پاد، اما یک کربلا که میری انقدر گرون میشی، انقدر گرون میشی، 5-6 هزار دلار خرج کنی میری کربلا، وقتی برمیگردی جوانها میدونید چی میشه؟ انقدر گرون میشید، انقدر گرون میشین، نه امام حسین خریدارتون بشه، نه امام زمان خریدارتون بشه،
امام صادق فرمود کسی که یک بار بره کربلا و برگرده، خود خدا به بازدیدش میاد دم در خونش. امام صادق فرمود ان الله تبارک و تعالی یزور زائر الحسین، خدا به زیارت زائر حسین می آید. شنیدی پادشاه بیاد در خونه گدا بگه آمدم باید از من یه چیزی بخوای؟ یه همه سلطان و سلاطین ذات احدیت خریداره میشه، طالب ملاقات. یه وقت تو طالب ملاقات خدایی، یه وقت خدا طالب ملاقات تو. اینا گران قیمت شدن. این یعنی آدم گروم میشه، عزیز. جوانا وقتی که در راه امام حسین از جانتون میگذرید، از مالتون میگذرید، پولاتون بی ارزشه، اما همین پول رو وقتی برای امام حسین میدی، اینقدر روش حساب میکنن، اینقدر همین پول بی ارزش کثیف رو اونجا بها میدن، اینقدر برای ما خرج کرده، یک درهم، یک ثانیه، دو دقیقه برای ما نوکری کرده. امام حسین یک کسی رو نجات دادن که فقط دو دقیقه دم در مجلس روضه کفشا رو جفت کرده بود. اون کسی که مسئول کفشا بود احتیاج به دستشویی پیدا میکنه، میاد بره دستشویی، به این میگه که این لاتی بوده تو کوچه، میگه بیا تا جای من وایسای. چوب دستی سرش دو شاخه بود، با او کفشا رو جفت میکنه، این چوب دستی رو بگیر کفشا رو با این جفت کن تا من بیام. صاحب خونه میگفت من تا آمدم بیرون یه سری بزنم دم لات عموی الوات محل دم در خانه ما وایساده، چوب دستی دستش کفشا رو جفت میکنه. گفتم این مایه آبروریزیه، صداش بزنین بیاد تو، دم در وای نسته، یه چایی بهش بدین، یه گوشه بنشونینش، یه چایی صابونه بهش بدین، بذارین ردش کنین بره، این تو خونه ما محل آبروریزی. خود همین صاحب البیت برای من تو رش نقل کرد، گفت من شبی در عالم رؤیا خواب دیدم همی بنده خدا رو، بعد فوتشم خوابش دیدم، به من گفت اسد جواد این باغو میبینی کی بهم داده؟ امام حسین بهم داد. میدونی چرا بهم داد؟ شبی که نکیر و منکر آمدن سوال کنن، یه وقت ابا عبدالله آمدن فرمودن پروندهش بدین دست من، من دو دقیقه به این بدهکارم، میدونم خیلی بده، میدونم خیلی بده، اما من و حسین دو دقیقه به این بدهکارم، دو دقیقه برای من کار کرده، بدین خودم جواب میدم. تمام جواب سوالا رو دادن، بعدم دستور دادن منو آوردن توی باغ پذیرایی میکن. وقتت چقدر میارزه؟ اگه همین وقتت بشه برای امام حسین، زری پیدا میکنه، گرون میشی، گرون میشی. پولاد چقدر گرونه؟ الحمدلله من حرف میزنم، شما اینجا اشک میریزید و میسوزید، این نشان از اون دلهای پاک و منزه شما. در یه جای دور افتاده دنیای دلهای جور برای امام حسین پر بزنه، اینجور بفهمیم چی به ما ارزش میده. حسین، حسین اسمش عالم و از اصلا کره زمین بی ارزش بود، جوون آدم هم بی ارزش بود. اولی که آدم رو خواستن بی آفرینن، ملائکه با آفرینشش اعتراض کردن، گفتن خدا این چیه میخوای خلق کنی که ارزش نداره که. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. باز میخوای آدم، آخه اینا همه الواتن، اینا همش خون ریزن، جنایتکارن، فساد میکنن، ما چی اینا رو خلق میکنی؟ ما خودمون ذکر میگیم، تسبیح تو میکنیم، اینقدر ما بد سابقه بودیم. اما اونا دیگه از کربلا و عاشورا خبر نداشتن.
قال انی اعلم ما لا تعلمو، من میدونم توی همین آدم ها یکی هست که به یه آدم آبرو میده، همین آدمی که پیش ملائکه آبرو نداشت، ارزش نداشت، حالا کاری شده که همه ملائکه اگه بخوان به جایی برسن اول باید بیان کربلا التماس بکنن تا خدا بهشون. حسین کرامت داد، نمیتونه خاری انسان زیر بار یزید، سگبازی، لجبازی، نمیدونم قماربازی، شرابخاری، دزدی، نکاح محارم، زنای به خواهر، به عمه، به خاله، اینا شما را پست میکنه. یزید ای کاره بود، وقتی با عمش نزدیکی کرد گفت عمه تو که دختر بودی پس چرا دختر نیستی؟ گفت بابات معاویه یک باکره تو کل فامیل باقی نگذار. کار بابات معاویه است. خب این خانواده گندیده بخوان حاکم بشن، الناس علی دین ملوک، همین چیزا رو رواج میدن، همین گندیدگی ها رو رواج میدن. پس کریم کسیه که شما رو گرون کنه. و وقت تو تمام خیلی جالب، امام حسن خیلی مظلومه قربونش برم، جوانها به امام حسین گفتن کریم، اما لقب اصلی کریم مال امام حسنه، جانها به فدایش. طاقت نداشت ببینه یکی به خاطر قرض بیفته زندان خار بشه، طاقت نداشت یکی به خاطر ای که خونه نداره هی اساس کشی کنه از این خانه به اون خانه، آی اونان که مستاجرین، آی اونان که میخوان صاحب خونه بشینه، امشب شاکلی رو دارم میدم دستت. طاقت نداشتی که به خاطر یه دیه ای تو زندان بمونه خار بشه، طاقت نداشت یک انسانی عاشق یه پسری، عاشق یه دختری شده، حالا رفته خواستگاری بهش نمیدادن، پسری چشش افتاده بود به یه دختری و علاقه پیدا کرده بود و خودش هم امیرزاده بود، باباش رئیس قبیله بود، دختره هم شاهزاده بود، دختر رئیس قبیله بود، اتفاقا بین این دوتا قبیله 50 سال جنگ بود، جنگای آبا اجدادی بود. آخه وقتی دختر ای پسر عاشق فرستاد مادرشو به خواستگاری، خواهرشو، پدرشو فرستاد، سروس سوابق عداوت تو جنگایی که با هم داشتن گفتن نمیدیم. خب آدم بره خواستگاری یک کسی بگن دختر نمیدیم، خواهر میشه دیگه، خفیف میشه دیگه، بده دیگه، سبک شده دیگه. هر چی فرستاد هم دختره از عشق پسره میسوخت، هم پسره از عشق دختره میسوخت. تو روایت داره این پسر وقتی خیلی تلاش کرد، اطراف مدینه هم زندگی، از قبائل اطراف مدینه بودن، هر چی تلاش کرد موفق نشد، راه افتاد آمد مدینه خدمت آقای عالم امام حسن مجتبی علیه السلام، گریه کرد و آجود من هر چی رفتم منو رد کردن، پدرم مادرم و خوار و خفیف کردن، نمیدم. فرمودن خودم میام برات خواستگاری میکنم. نمیتونه ببینه یه جوونی خوار بشه، فرمود خودم میام برات خواستگاری. خبر دادن به پدر دختره، به قبیله دختره، که پسر پیغمبر نوه خاتم انبیا امام مجتبی از مدینه را افتادن دارن میان خواستگاری، با تمام قبیلش را افتادن به استقبال امام حسن آمدن، چند فرسخ آمدن به استقبال امام حسن، بغل گرفت آقا رو بوسید، آقا جون چرا زحمت کشیدی، چرا آمدی، فقط یه امر میکردی، دختر من کنیز توست، به هر کی بگی میدمش.
چشم آقا جون، حالا که قدم گذاشتی چشم، خود امام حسن، آی عاشقا، آی اونایی که دل بستین، خود امام حسن صیغه عقد دختره رو برای پسر خوندن، محرم معین کردن، فرمودن مهریه رو خودم میدم. به به به، کریم یعنی، کریم یعنی وقتی دست عروس و داماد رو گذاشتن تو دست هم، مادر پسره به این عروس خانم زیبا حسادت کرد، شروع کرد مخالفت کرد. بعد عروسی مادر پاشو کرد توی مادر پسره ها، با خودش رفته بود خواستگاری، پاشو کرد توی یک کف با ذرت طلا. میگفت نمیتونم، من اگر از زنم جدا بشم میمیرم. شاید شیرین ترین قصه های عاشقانه دنیا همین روایت امام حسن مجتبی است. جوانایی پسر نسبت به مادرش بیادبی نکرد، کم کم این مادر پدره رو وادار کرد، پدر پسره رو، که اونم اصرار کرد باید زنت طلاق بدی، باید جدا بشی. حتی پدره گفت من تو سایه نمیرم، تو آفتاب میشینم تا وقت زنت طلاق بدی. روزا تو آفتاب میامد میشست، میگفت هر وقت زنت طلاق دادی من میام تو خیمه زیر سایه میشین. عشیره‌ای بودن، بیابون نشین بودن. این پسرم برای اینکه پدرش تو آفتاب نمونه، خودش میامد بالا سر بابا میستاد، یه چیزی بالا سر پدر میگرفت مثل چتر، سایه میکرد پدر، خودش تو آفتاب میمون که پدر در سایه باشه. یک سال تمام این لجبازی رو تو آفتاب گرم سوزان بیابونهای اطراف مدینه ادامه دادن. این پسر لاغر شده بود، سیاه شده بود، پوستش سوخته بود از آفتاب، نه حاضر میشد زنش رو طلاق بده، نه راضی بود پدرش جو تو آفتاب بشین. تا اینکه این عروس خانم دلش به حال این پسر سوخت، گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم، تو اینجور داری مثل شمع آب میشی، از عشق من میسوزی، پدر مادرت هم دارن لجبازی میکنن، تو اگه جدا نشی من دیگه زندگی نمیکنم، من میرم. در عین اینکه از شدت عشق پسر میسوخت و عشق میریخت، برای اینکه شوهرش رو نجات بده از اون آفتاب و از اون از بین رفتن دائمی، برگشت به قبیله خودشون. وقتی هم برگشت به قبیله خودشون، سه روز بیشتر طاقت نیاورد. بعد سه روز دختره از دنیا رفت. سه روز طاقت فراق بیشتر نیاورد. انقدر گریه کرد تا جان داد. بدنش رو که دفن کردن، شوهرش آمد بالا کنار قبرش نشست، گفت دیگه نمیتونم از قبر تو جدا بشم، اینقدر همینجا میمونم تا جان بدم. اونم 40 روز بیشتر دوام نیاورد، سر قبر همسرش جان به جان آفرین تسلیم کرد. جوانها ما اینا رو تو تاریخ داریم، نخوندین کجا؟ اینا رو اگه فیلم بسازن میدونی چی میشه؟ امام حسن کی بوده؟ چه عاشقایی رو به هم سو. من عمدن بقیه ی حدیثم خوندم که اون حقیقت عشق رو بین این دوتا بفهمین. و امام مجتبی چه میکنه؟ نمیتونه اینا یه جوان خار بشه. بار عام داشت، دو بار در طول عمرش امام مجتبی تمام اموالش رو بخشید به فقرا، به صفر صفر رسید، حتی جز ساتر و عورت لباسهای تنش هم داد به فقرا، کفشش رو داد، هیچی نه خونه، خونش و فروغ، باغها، نخلستانها، لباس، هرچه بود، صفر صفر. دوباره از صفر شروع کرد، دو بار در طول عمرش این کار رو کرد.
سه بار اموالش رو بین خودش و فقرا تقسیم کرد، نصف نصف. به اضافه ای هر سال یه روز بار عام داشت که تمام بی پولا هر کی پول لازم داره بیاد بگیره. اینجوری اعلام میشد، هر کی هر مقدار پول لازم داره بیاد بگیره. ثروتمند بوده امام مجتبی، ما هم ثروتمندیم داریم، ما ثروتمند داریم، اونا هم ثروتمند داشتن. یه حسینیه تو یه گوشه دنیا حس میکنی لازمه، ضروریه. آی ثروتمندای دنیا، آی اونایی که سراسر عالم حرفای منو داریم میشنوین، آی شیعیان با غیرت، آیا غیرت شما اجازه میده یه حسینیه ای رو بیان حراج بذارن؟ حسینی که اینجور جوونا جمع میشن، اش میریزن، توبه میکنن، یه مرکز هدایته، آیا غیرتتون اجازه میده این حسینیه درش بسته بشه، تعطیل بشه این مرکز هدایت؟ با یه میلیون دلار کار این حل، یه میلیون دلار. اگه 700,000 دلار هم جور بشه به بانک بدین کار این حل، وقت شما غیرتاتون اجازه میده تو عالم یه مرکزی که اینجور سالهاست داره جوانها رو هدایت میکنه، اینجور درش بخواد بسته بشه. غیرت شما بزرگان شیعه، تجار شیعه، رجال شیعه، آی شیعیان جهان در سراسر عالم، به غیرتتون نگنجه. از خداتون بود یه وقتی را بیفتین بیاین تو کشورهای دور افتاده مثل استرالیا، مثل نیوزلند، مثل قطب شمال، قطب جنوب، مثل کانادا، اینجور این طرف دنیا، اون طرف دنیا، اسلام رو تبلیغ کنین. حق شیعه و حقیقت تشیع داره تبلیغ میشه. من آمدم اینجا به نمایندگی شما، اگه میخواین تحقیق بکنین، اگر منو قبول دارین، من تحقیقات لازم رو کردم، اطمینانهای کامل رو بهتون میدم که حق حقیقت اون ناب معارف شیعه، اون معارف دست نخورده ناب داره تو استرالیا. تو همین مدتی که من اینجا بودم چند نفر شیعه شدن، تو همین چند شب. چجوری براتون بگم؟ اونم به حقی وقت آمد شیعه بشه، گفت شیعه چی میگه؟ گفتم شیعه یک کلمه حرف داره، میگه حکومت حق خداست، هنالک الولایت لله. حتی انبیا حق ندارن حکومت کنن، فقط خدا. عالم مال خداست، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و لله ملک السماوات و الارض. حکومتم حق خدا، هیچکی جز خدا حق حکومت نداره. و خدا حق داره یکی رو به عنوان حاکم معرفی کنه. آدم دلش میخواست هابیل بعدش جانشین بشه، خدا عمدن و آدم فرمود ما شیث را جانشین تو فرزندانت هابیل نمیشه. هابیل کشته شد به دست قابیل، خدا مانع نشد چون ما شیث را به عنوان جانشین تو معین کردیم. تو حق نداری، تو آدم حق نداری جانشین برای خودت معین کن. نه انبیا حق دارن جانشینان خودشون رو معین کنن، نه مردم حق دارن برای پیغمبر خلیفه معین کنن، نه با رأی دادن میشه خلیفه معین بشه. نه پادشاهان، نه علما، نه انبیا، حتی ائمه حق ندارن امام بعد از خودشون رو معین کنن، فقط خدا باید معین کنه. او که خدا معین. حضرت نوح چرا به خدا میگه خدای بچه‌م های داره غرق میشه؟
خطاب میرسه به درد نمیخوره، ولش کن، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. خب چرا نوح قصه بچه‌ش میخوره؟ دلش میخواد بعد از خودش جانشینش بشه. خطاب رسید ما یوشع، ما سام را به عنوان جانشین تو معین کردیم، بچه‌ت ولش کن، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. ابراهیم و تا به عنوان امام معین میکنه، خدا میگه انی جاعلک للناس اماما، ما تو رو به عنوان امام معرفی کردیم، معین کردیم. بلا فاصله ابراهیم به خدا پیشنهاد میده، قال و من ذریتی، خدایا از بچه های منم امام قرار بده. قال تو حق نداری. خدا فرمود لا ینال و عهدی الظالمین، ظالمین نمیتونن امام بشن. او کسی که به خودش ظلم کنه به دیگران بیشتر ظلم کنه، او کسی که خودش به گند گناه کشیده دیگران رو بیشتر به گند گناه بکش نیست که دیگران گناهکار بشن. کسی که دلش برای خودش نمیسوزه، تا ابراهیم پیشنهاد میده ذریه من رو امام قرار بده، خطاب میرسه نه، تو حق نداری بگی، ما تعیین میکنیم. حضرت داوود دلش میخواست پسر بزرگش جانشینش بشه، جبرئیل نازل شد، تو حق نداری جانشین خودت معین، حکومت مال خداست، خدا باید جانشین معین کن. ما پسر کوچیکت داوود رو معین. داوود گفت خدا، داوود ما پسر کوچکت سلیمان رو معین کردیم، پسر کوچکی داوود حضرت سلیمان بود. داوود گفت خدایا آخه سلیمان کوچیکه، مادرش هم از قبیله پایین بنی اسرائیل، قبول نمی کنن، زیر بار نمیرن. خدایا خطاب رسید ما یه کاری میکنیم که زیر بارش برن، به 12 پسرت بگو عصاهاشون رو بذارن توی اتاقی، از 12 قبیله بنی اسرائیل هم تا صبح دوری اتاق کشیک بدن، صبح در اتاق وا کنین، عصای هر کدوم از پسرات که ثبت شده بود برگبار آورده بود همو جانشین توست، ما معین، تو حق نداری. حضرت موسی صاف به خدا پیشنهاد میکنه خدای داداشم هارون را، هارون اخی اخلف همن بعدی، این داداشم هارون رو جانشین من کن بعد از من. عمدن خدا جان هارون را در زمان موسی گرفت، هارون مرد، تشییع جنازش کردن، دفنش کردن، تو حق نداری معین کنی، ما یوشع ابن نون را به عنوان جانشین تو معرفی. اگر ابراهیم پسر پیغمبر زنده میموند جانشین پیغمبر میشد. خدا عمدن در 2.5 سال جان ابراهیم پسر پیغمبر رو گرفت. ما علی ابن ابی طالب را انتخاب کرده ایم، ما علی رو جانشین تو قرار. شیعه چی میگه؟ شیعه میگه من باید زیر بار حکومت خدا باشم. در واقع شیعه علی شیعه خداست، میگه فقط اونایی رو قبول دارم که خدا پا حکومتشون رو امضا کنه، عمر و ابوبکر و عثمان را مردم معین کردن نه خدا، و مردم حق ندارن، خیلی کمتر از آنن که بخوان برای خدا خلیفه و جانشین یا برای پیغمبر خدا خلیفه و جانشین انتخاب کن. اهل سنت یه سند بیارن که خدا اینا رو معرفی کرده. امیر المؤمنین خدا معین کرد در قدیر خم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
فی علی صلوات الله علیه، تو تفاسیر همه داره. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. این امام حسنه، کریمه. من هر وقتم میخوام روزه امام حسن بخونم جوانان نمیتونم، اصلا یه حالی به ام دست میده، عاجز میشم. خیلی مظلوم بود. آخه ببینید، دو تا برادر بودن، هر دو پدرشون امیرالمومنین، هر دو مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. درباره هر دو پیغمبر فرمود ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین هر دو امامان، چه قیام کنن چه زمین بنشینن. درباره هر دو پیغمبر فرمود سیدا شب الحسن، ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین دو آقای جوانان بهشت. درباره هر دو فرمود هر دو دو گوشواره عرش الهیه. دو گوشواره عرش الهی، یعنی اگه عرش خدا را به شکل یک انسان در نظر بگیرین، نعوذ بالله، خاک بر دهن من، خاک بر دهن من. اگر خود خدا را خود خاک، این غلطه ها، کفره، ولی من مثال میزنم، محال، فرضش محال نیست. اگر خود خدا را به شکل یک انسان در نظر بگیرین، امام حسن و امام حسین گوشواره های خود خدا، زینت خدا، بگیرید چی میگم، زینت عرش خداوند، خاک بر دهن. درباره هر دو فرق، هر دو ازدواج کردن، هم امام حسن ازدواج کرده هم امام حسین. یکیشون یه همسری داره مثل رباب. وای 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 وای، انقدر عاشق امام حسین بود، مثل پروانه دور ابی عبدالله میگردید. وقتی آوردنش در ایام اربعین نزدیکه، وقتی آوردن حضرت رباب را کربلا، سه روزی زن و بچه یکسره گریه میکردن، اشک میریختن، هی بیهوش میشدن از گریه، آب میپاشیدن به صورت این بچه ها، زن ها. زین العابدین دید اینا دارن از دست میرن، دستور داد حرکت کنن از کربلا، اینا رو از کنار گودال قتلگاه و قبور اهل بیت بردارن ببرن. طاقت نداشتن. تو اگه میری کربلا گیج میزنی. اونا دیده بودن علی اکبر کجا افتاده بود، علی اصغر کجا به شهادت رسید بود. اونا دیده بودن قاسم کجا زمین خورده بود. اونا گلای پرپر رو دیده بودن، بیتاب شده بودم. لذا زین العابدین سه روز بیشتر اجازه نداد کربلا بمونن، دستور حرکت داد. وقتی آمدن رباب رو از سر قبر ابی عبدالله بلند کنن، به حضرت زین العابدین گفت آقا اگه منو از کربلا ببری من دوام نمیارم، میمیرم، بذار همینجا بمونم. فقط به حضرت رباب اجازه داد کربلا بمونه. روزا تو آفتاب می نشست کنار قبر امام حسین، اش می ریخت تا بیهوش می افتاد. زنهای بنی اسد می آمدن براش قضا می آوردن، آب می آوردن. می گفت چطور آب بیاشامم، خودم دیدم لبهایش تشنه بود، خودم دیدم پسرم آب نداشت، از آتش می تاب بود. بنی اسد زنهاشون آمدن گفتن اجازه بده با حسیر یه سایبون برات درست کنیم، آفتاب صورتتو سوزونده، نابودت میکنه، آفتاب از بینت میبره. گفت چگونه در سایه بنشینم، در حالی که دیدم
آفتاب اونقدر بر بدن مطهرش تابیده بود که رنگ بدنش رو تغییر داده بود. هر دو ازدواج کردن، این همسر امام حسینه، اما امام حسن هم یه زن داشته. وای وای جوونا، حضرت تو مدینه بودن، روزه بودن، هوا گرم بوده، تشنه بود دم افطار، تقاضای آب کرد، کوزه پر از زهرا ای زن بی وفا داد دست امام مجتبی. يا سلام عليك يا أبا محمد، صدا رو بلند کن. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجدبا يا ابن رسول الله يا سيدنا مولانا إنا حجت الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. ان شاء الله ببینم مدینه کنار قبرستان بقی ناله میزنی، ما امام مجتبی درد دل. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا جوونا. هر دو اصحاب داشتن، یکیشون اصحابی داره که شب عاشورا هر چی گفت پاشید برید بیعتمو برداشتن. این مردم فقط با من کار دارن، شما دیگه کربلا نمونید کشته میشید. گفتن آقا اگه ما رو هزار بار بکشن باز زنده کنن، از شما جدا نمیشن. یکیشون گفت اگه منو با قیچی ریز ریز کنن 70 بار باز منو زنده کنن، از شما جدا نمیشن.
به جوری که سید الشهدا فرمود ما رأیت اصحابا ابر و اوفا و اتقا من اصحابی، من یارانی با وفاتر، نیکوکارتر، با تقواتر، بهتر از اصحاب خودم ندیدم. اما امام حسنم اصحاب داشت، ریختن تو خیمه امام حسن، همین اصحاب خودش با خنجر به حضرت زده، دست و پای حضرت رو میخواستن ببندن، به معاویه تحویل جمعی از اصحاب حمله کردن، مانع شدن. حتی همونایی که جز به اصحابش بودن تو مدینه می آمدن، سلام بهش می دادن، زخم زبون می زدن، می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو ای کسی که مؤمنین و خار و ذلیل نمی دونم چرا امام حسن اینقدر مظلوم. جوونا قبر هر دو رو خراب کردن، قبر امام حسین و کربلا را بارها خراب کردن، بارها قبر رو شخم زدن، خواستن محو کنن، حتی از قبرستان بقی کربلا رو خرابتر کردن. اما هر بانی که قبر امام حسین رو خراب کردن، شیعیان جمع شدن، زیباتر، محکمتر، قویتر، وسیعتر از قبر ساختن. جوونا باورتون میشه قبر امام حسن رو فقط یه بار خراب کردن، دیگه شیعه نرف بسازه، چنان دشمن مسلط شده که اجازه نمیدن حتی به زیارت، به راحتی زیارت. مظلوم، مظلوم، مظلوم. نمیدونم بگم طاقتشو داری یا نه، به خدا اگه حالو نداشتی، اگه صدا نالدی جو بلند نبود، اگه این گریه رو نمیدیدم دیگه اینو نمیگفت. هر دو مادرشونو دیدم، هر دو مادر سینه شکست و پهلو شکست رو دیدم، اما لگد به زن حامله، به مادر حامله، سیلی به صورت مادر رو فقط امام حسن من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه، گاهی به خانه میزد. من تو مشهد یه روز دیدم یه ماشینی به یه خانم جوونی زده بود، وسط خیابون افتاده بود، یه طفل 7 ساله همراهش بود. اگه بدونی بچه یه جوری دور مادر میگردی، اشک میریخت،
ناله میزد که تمام مردم به گریه افتاده بود. به خدا حسنم مظلوم است، مظلوم. حالا که حال داری بذار بیت دومشو بخون. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. گردیده بود قنفس همدست با مغیره. این با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. به خدا حسنم مظلوم. کدوم بچه طاقت داره کتک خوردن مادر رو ببینه؟ وای وای به خدا حسنم مظلوم. بگیرش دستاش بر خونه داره خدا حسنم مظلوم. وای وای وای. الهی به دم المظلوم به دم العطشان به دم القریب به دم طفل رضیع یا به دم المظلوم. وقتی افتاده بود امام حسن تو بستر هی خون قیمی کرد کوتر امام حسین اومدن سر برادر رو به دامن گرفت شروع کرد گریه کردن. اشکای ابی عبدالله رو صورت امام حسن می چکید. یه وقت امام مجتبی به هوش آمد یه نگاه به چشای پر اشک حسین
صدا زد یا ابا عبدالله لا تبکی یا حسین لا یا کیوم کیا ابا عبدالله حسین من گریه نکن هیچ روزی مثل روز تو نیست من فقط خون خی می کنم حسین من تو خون دست و پا لا یا کیام کیا ابا عبدالله بدم المظلوم بدم العطشان بدم الغریب یا الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اشف كل مريض اللهم رد كل قريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين واجعل عواقب أمورنا خيرا بالنبي وآله ادامه کمک های مردمی به حسینیه رسول اعظم و نامه هایی که عزیزان نوشتن و اونایی که وجوه رو آوردن و اسنادی که توسط حسینیه تقدیمتون میشه این اسناد رو تقدیم محضرتون میکنن السلام علیک یا حسین ابن علی من دختر جوانی هستم و در این 15 شب نگاه و دیدم به امام حسین و ائمه عوض شده از شما خواهش مندم که برایم دعا کنید همین جور حسینی بمانم و در درس‌ها و برنامه‌های حسینی شرکت کنم و در دنیا و آخرت سربلند و موفق باشم این انگشتر را وقف امام حسین می کنم و هدیه می کنم به حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین خدایا تمام جوانای ما خاصه این دختر جوان را حسینی قرار بده ثابت قدم بر امام حسین و محبت الحسین قرار بده خانوم بله یه عزیزی دیگه که اسمشون رو ننوشتن یک متر زمین رو به نام پدر و مادرم که دیشب گفته بودم پولش رو امشب آوردم پدرم به نام خان علی مادرم به نام عذرا حیدری خدایا در بهش پدر و مادر را در جوار امام حسین قرار بده خدایا میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت به این جوان نورانی برکت عطا بفرما 500 دلار که مبلغ یک متر میشه آوردن بگی
عزیز دیگری که گردنبندشون رو فرستادن، خدایا زیارت بیت الله و عتبات عالیات نصیب همشون بگردان. خدایا میلیارد به توان میلیارد بهشون برکت عطا بفرما. السلام علی الحسن و الحسین. این هدیه ناچیز از طرف یه خواهر و برادر که هر دومون دانش آموزیم و از خانواده دور. بابامون 3 سال پیش سفر رفتن ولی ما دیگه هیچ خبری از ایشون نداریم. دعا کنید هر چه زودتر ما خبر سلامتی بابا را بشنویم و دعا کنید تا آخر عمر از مولایم حسین جدا نشیم و عاشق واقعی مولا باشیم. اسمشون رو نوشتن، اسم نبرین. 200 دلار. خدایا میلیارد به توان میلیارد به این نوجوان، دو نوجوان دانش آموز برکت عطا بفرما. خدایا سفر پدرشون رو بی خطر گردان و بابا را به سلامت به او برگرد، به اونها برگردان. 1 متر زمین برای سلامتی و ظهور امام زمان و 1 متر زمین برای پدر مرحومم اهدا می کنم. 200 دلارش رو فرستادن و الباقی رو ماهیانه 200 دلار. شماره موبایل و ایناشون هم دادن. خدایا میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت بهشون برکت عطا بفرما. از طرف یک بنده خدا برای اینکه سهمی در کمک کنندگان این مرکز اسلامی داشته باشیم، برای سلامتی خانوادم دعا کنید. مبلغی به دلار فرستادن. عزیزی که 100 دلار فرستادن و نوشتن اسم منو نخونید، کمک ناچیزی است. دوست دارم آقا و مولایم حسین مثل اون پیرزنی که در با کلاف نخ در صف خریداران یوسف ایستاده بود، ما را هم جزء کمک کنندگان این مرکز اسلامی قرار دهند. $200 نوجوان 7-8 ساله آقا مهدی. خدایا امام حسین عشق بازی بچه های کوچک ما را با اسمت با نامت امشب تماشا کن و به ما رحم کن. اینا ارزشی نداره در پیشگاه با عظمت، ولی به کوچکی ما، به این عشق بازی رحم بفرم. عزیز دیگری که 1 متر $500 ممنونه، $500 فرستادن از طرف سعید عیسی حسینی، وقف مادر امام حسین فاطمه زهرا سلام الله علیها و هدیه به امام حسین. خدایا میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت بهشون برکت عطا بفرما. خدایا آنی و لحظه ای از امام حسین جداشون مفرما. عزیز دیگری که 2 متر مبلغش هم نقد فرستادن، $1,000. 2 متر زمین از طرف علی رجبی و سجاد رجبی، وقف پدر و پدر بزرگ. خدایا این جوانان را به بالاترین هدایت ها و انوارت منور فرما. خدایا 1 لحظه از مولاشون امام حسین جداشون مفرما. خدایا برکاتت رو برشون نازل بفرما. حج بیت الله و کربلای معلا برای همه این عزیزان مقدر بفرما. آقای داوود رحیمی 100 دلار فقط به خاطر اینکه سهمی در این مرکز اسلامی و حسینیه و مسجد داشته باشیم. خدایا برکاتت رو برشون نازل بفرما.
میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت بهشون برکت عطا بفرما. آقای فرید رحیمی میخواهیم ما هم سهمی در مسجد داشته باشیم، 100 دلار. خدایا برکاتت را بی نهایت برشون نازل بگردان، در دنیا و آخرت اونها را موفق به بهترین خیرات قرار بده. آقای آسد عباس، به به، این پسر نورانی و 10 ساله، 2 متر زمین، 1000 دلار نوشتن پولشو فردا شب میارم. خدایا جوانای ما، نوجوانان ما، قلکاشون، پسندازاشونو برای امام حسین میارن. خدایا این باید برای همه پولدارای دنیا مایه عبرت باشه که بچه هایی که هیچی ندارن تمام داراییشون، قلکشونه، پسندازشونه برمیدارن میارن برای امام حسین. شاید ثروتمندای ما در عالم یک تأملی بکنن. عزیز دیگری که 1 متر 500 دلار میدانم آقا ابا عبدالله نیاز به پول ما ندارن. کاش پولدار بودم همه مبلغ حسینیه رو یه جا میدادم و بتونم کمک کنم. انشاءالله در آینده اگر پولدار بشم بیشتر کمک. خدایا میلیارد به توان میلیارد بهشون برکت عطا بفرما. این عزیزانی که وجوهشون دادن بیان سندهایی رو که از طرف حسینیه براشون صادر شده تحویل بگیرن. خدایا همه اونایی که کمک میکنن، چه اونایی که امشب، چه اونایی که شبهای آینده این کمک ها رو انجام میدن، خدایا قسمت میدهیم آنی و لحظه‌ای در دنیا محتاج احدی قرارشون نده. تمام امور زندگیشون را به برکت مولای مظلوممون ابا عبدالله الحسین، به برکت مولای مظلوم، همه امورشون را سهل و آسان قرار بده. به تمام آرزوهاشون اونها رو موفق بده. اونایی هم که پول نقد همراهشونه با کارت میخوان بدن، دستگاه پرداخت بانکی هست که میتونن از همینجا با کارت بپردازن. عزیز محترم ما آقای خان علی و خانم عذرا حیدری سندشون رو بیان تحویل بگیرن. خدایا سند 1 متری که خریدن، از بزرگی امام حسین همین بس که ما را لایق قرار داد، قابل قرار داد، این توفیق رو به ما داد که 1 متر زمین برای پدرم عبدالقادر رضایی بخرم. امام حسین منو اینجوری قرار داد که به فکر پدرم در اون دنیا باشم و بهترین کارها را برای شادی روحش انجام دهم. 1 متر زمین خریدن، 100 دلارشو امشب با کارت پرداختن، الباقیشون رو هفته آینده میارن و تحویل میدن. آقای خان علی و خانم عذرا حیدری بیان سندشون رو تحویل بگیرن. آقای علی و سجاد رجبی که وقف پدر و پدر بزرگشون کرده بودن
بیان سند تشریف بیارن، سند رو تحویل بگیرن. پاشو بیا. آفرین، صلوات بفرستیم. خادم الحسین آقای سید محمد زیدی. چهارده متر زمینیشون خریده. یه صلوات برای سلامتیش بفرستیم. 7000 دلار نقد آورده داده. 7000 دلار هم شب قبلش که میخواست بیاره، روز بعد که آورد گفت که حاج آقا من از دیشب که از حسینی رفتم شیطون تا صبح نذاش بخوابم، تا صبح منو اذیت کرد. هی گفت 7000 دلار چرا میخوای بدی؟ خانومت حامله است، میخوان تازه از پاکستان بیان، باید یه پولی دستت باشه، نرو بده به حسینه. تا صبح پدر منو در آورد، زود بگی که شیطون کمرشو بشکنم. 7000 دلار رو آورد داد، 14 متر زمین رو خرید. خدایا میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت بهش برکت عطا بفرما. مبارکتون باشه جناب کاپیتان. ممنونم. خادم الحسین آقای مرتضی محمدی 1 متر تشریف بیارن، سندشون رو تحویل بگیرن. آقای مرتضی محمدی اگه تشریف دارن امشب، اگر نه شبای آینده. خادم الحسین آقای سید عبدالعظیم احمدی تشریف بیارن. ممنونم، مبارکتون باشه انشاءالله. برای سلامتیشون صلوات بفرستیم. خادم الحسین آقای یحیی شجاعی 1 متر تشریف بیارن، سند ممنون، متشکر، مبارک، برای سلامتیشون صلوات بفرستیم. خدایا این جوانای ما رو از امام حسین جدا نکن. خدایا در دنیا و آخرت در همسایگی امام حسین، فی جوار الحسین علیه السلام قرار بده. خادم الحسین یوسف الحیدر 1 متر تشریف بیارن. ممنون یا حیدر، احسن، مبارکتون باشه انشاءالله. انشاءالله مبارک. صلوات برای سلامتی پدرش هم بفرستین. انشاءالله برای پدرش هم چند متر زمین بناست بیاد بخره، 14 متر به نام 14 معصوم از کوشی عیان کویتن. انشاءالله میان میخرن. 14 مترات 14 مترات لعبیه فی کویت انشاءالله. آقای سید ایساق حسینی که وقف مادر گرامیشون کردن 1 متر مبارکتون باشه. خدایا مادرشون رو در همسایگی امام حسین در بهش قرار بده. سید ایساق حسینی که وقف مادر گرامیشون کردن، سید ایساق حسینی تشریف بیارین. چه نشستی عزیزم. مصطفی اکسوی انشاءالله مبارکتون باشه. ممنون. خادم الحسین آقای علی دوست، این عاشق امام حسین و امیر المؤمنین، انشاءالله مبارکتون باشه و در جوار امام حسین قرار بگیر. عزیزانی که امشب پرداخت کردن پولاشون و سنداشون تا فردا شب آماده میشه، انشالله فردا شب حتما تشریف بیارن. آقای محمد بینام گفتن، اعلام کنید. چشم. 1 متر زمین به نام مادرم برای مولایم ابا عبدالله الحسین هدیه میکنم. خدایا برکات تو برایشون نازل بفرما.
خدا در جوار ابی عبدالله در بهشت قرارشون بدیم. خب انشالله همه اونایی که خدایا هر کی کمک کرده و هر کی کمک میکنه در دنیا و آخرت هم مادی هم معنوی هم از نظر کار موفقش بدار. خدایا احدی از اینایی که کمک کردن و کمک میکنن در آینده و همه اونایی که شرکت میکنن در حسینیه، حتی اگر کمک نکردن فقط شرکت کردن، خدایا از امام حسین جداشون مفرمان.